درود بر شما خانیلفر عزیز. سلام سلام سینای عزیز و همه عزیزانی که هستن اینجا، خیلی خوشحالم که میبینم اتون و در خدمتتون هستم. خیلی ممنونم خواهر خوبم. منم خیلی خیلی خوشحالم که شما رو میبینم مثل همیشه با این لبخند زیبا، و واقعا خوشحال و خوشبختم که امشب میتونم در خدمت شما و واقعا عزیزانی که خیلی ها شاید از ایران دیر وقت هستش و در بین ما هستن، واقعا خیلی باعث خوشبختی فخره. عزیز هستین. خب من خواهر عزیز، واقعا حالا چون امروز همونطور که میدونین اولین قسمت از برنامه لایو ما هستش که در واقع اسم برنامه اونم هست زندگی من با مسیح، ما امروز قرار نیستش که خیلی صحبت های تعلیمی و از آینده و اینکه چه اتفاق خواهد افتاد بکنیم، بلکه امروز میخوایم واقعا با همدیگه بشینیم خیلی دوستان و صمیمی کافی بخوریم. من کافه رو یادم رفت بردارم برداشت. من تصمیز بودم، نه من کافی من ریختم که قشنگ لذت ببرم از زمانی که امشب با همدیگه میگذرونیم و واقعا از خاطراتمون با خداوند بگیم، از خاطراتی که با خداوندمون عیسی توی این مدت داشتیم صحبت بکنیم. واقعا کسی که زنده است و هر لحظه با ماست، با ما راه میره، با ما بازی میکنه، با ما سخن میگه و خاطره میسازه برامون. از خاطراتی که باهاش داریم بگیم، از کارهای شگفت انگیزش بگیم و شهادت کارهاش رو بدیم. خیلی خوب میشه که من عذرخواهی میکنم عزیزان برای اینکه سرعت لایو نیاد پایین، من متاسفانه مجبورم کامنت ها رو ببندم. خیلی خیلی عذرخواهی میکنم. و از شما میشنویم، خودتون رو معرفی بکنین، از کجا هستین، کجا چه خدمتی انجام میدین، چند وقته که ایمان آوردین به مسیح، و میشنویم از شما. حتما حتما، واقعا باعث افتخار منه که در اولین برنامه ای که شما عزیزان زحمتش رو کشیدید واقعا مهیا کردید میتونم شرکت بکنم و خیلی خوشحالم که این فرصت رو دارم که از خداوند و از کارهای عظیمش در زندگی خودم با تو صحبت بکنم. وقتی صحبت از کارهای خداوند میشه حقیقتا دل من خیلی شاد میشه، چون خدا کارهاش بی نظیره. خدایی که من شناختم در عیسی مسیح کارهاش بی نظیره. خب من نیلوفر هستم، همونطور که شما خودتون هم معرفی کردین، در شهر هانوفر زندگی میکنم و خب تقریبا 11 سال هست از سال 2011 که با همسرم به آلمان آمدم و خب مثل شاید خیلی از عزیزان، ما برای اینکه بتونیم در اینجا اقامت بگیریم، حتما داستانش برای خیلی ها آشنا هست، ما پامون برای اولین بار به کلیسای آلفا و اومگا باز شد. اتفاقا اون زمان ما در اقوام همسرم همگی در هامبورگ بودن و ما اونجا در واقع برای اولین بار با کلیسا، با این فضا، با این خانواده‌ای که حالا من بعداً فهمیدم که خانواده هستن آشنا شدم. راستش خب من توی ایران راجع به کلیسا و مسیح چیزهایی شنیده بودم. برای من کلیسا یک ساختمون بود که تو شمع روشن میشد و مسیح هم یک پیامبری بود که خیلی خیلی به هر حال مهم بوده و خیلی خوب بوده، خیلی مهربون بوده و دیگه بیشتر از این چیزی راجع به مسیح نمیدونستم. وقتی اینجا متوجه شدم که به هر حال باید به سمت مسیحیت برم برای اینکه کارم را بیفته، حالا من خیلی خودمونی میگم، برای اینکه کارمون را بیفته، برای اینکه بتونیم به اون آرزوهامون که از شاید چه میدونم سالهای پیش در نظر داشتیم برسیم، احتیاج داریم که با مسیح آشنا بشیم. خب یک تصمیم خیلی ساده بود برای من و میگفتم اوکی دیگه میریم به کلیسا، حالا به هر حال راجع به این یه سری اطلاعات به دست میاریم. خب اطلاعات همیشه خوبه، همیشه به درد آدم میخوره و در کنار این اطلاعات من هم کارم را میفته و میرم دنبال زندگی. واقعا به عنوان یک زن در ایران آنچنان خداجو نبودم، انقدر برخلاف اون قوانینی که در اسلام بود من زندگی میکردم، نه حجابی رعایت میکردم، نه نمازی، نه روزه‌ای. همیشه فکر کردم این خدایی که برای من معرفی شده در اسلام هرگز منو دوست نداره، چون من اصلا شبیه خواسته های اون رفتار نمیکنم. و خب پس دیگه خدا هم من رو رد کرده و دیگه این تلاش من برای
راضی کردن این خدا بیفایده است، چون واقعا من مفهوم خیلی چیزها رو نمیفهمیدم و در نتیجه رعایتش هم نمیکردم. و برای من مسیحیت همین معنی رو میداد، خدایی که تو مسیحیت بود برای من همین معنی رو میداد در ابتدا، و فکر میکنم با این هم نمیتونم رابطه برقرار کنم، چون این هم یک دینه، این هم یک مذهبه، دوباره یه چیزایی از من میخواد، یه چیزایی از من نمیخواد. پس به هر حال من تصمیم خودم رو گرفته بودم که رابطه با این خدا برقرار نخواهم کرد، چون فکر میکردم این خدا شبیه اون خداست. اما خب واقعا خدا رو شکر میکنم که خودش ما رو انتخاب کرده و خودش ما رو صدا زده. اگر اون من رو صدا نمیزد، اگر اون من رو از این طرز فکر بیرون نمی آورد، هنوز که هنوزه من در واقعا یک جدایی و کاملا دوری از این خدای عالی و محبت بودم. خلاصه خیلی کوتاه اگر بکنم، به کلیسا آمدم، فضای کلیسا برای من بی نهایت زیبا بود، این شادی که در بین افراد بود. ما به حال از یک قسم نمی اومدیم که شادی زیاد معنی پیدا نمی کرد، شادی اتفاقا در مذهب آنچنان بهش بها داده نمی شد و دیدم چه شادی، چه خوشی در بین این افراده و خیلی خوش آمد از کلیسا. ولی وقتی شروع کردم به پرستش و شروع کردم راجع به عیسی مسیح سرود خوندن، وقتی بدتر از اون گفتن عیسی خداونده، گفتم خدای من، این دیگه چه مذهبیه، این دیگه چه باوریه، یک انسان بتونه خدا باشه محاله. و همون روز اول تصمیم رو گرفتم که کارم که تموم شد برای همیشه از اینجا هم خداحافظی خواهم کرد. من میخوام بدونی زندگی با مسیح، زندگی با خدا یک پروسه است. زندگی با خدا درسته توی یک لحظه شروع میشه، ولی واقعا یک پروسه ای رو میطلبه تا تو باش آشنا بشی. یادم هرچی بیشتر توی کلاس های مسیحیت شرکت میکردم، توی کلاس های هدفمند، توی کلاس های تعمید، هرچی بیشتر این انجیل رو میخوندم که هدفم چیز دیگه ای بود، هدفم این بودش که شاید برای کیسم آماده بشم، ولی هرچی بیشتر با این عیسی آشنا میشدم، بیشتر عاشقش میشدم، بیشتر احساس میکردم متفاوت از یک انسانه، متفاوت از یک پیامبره. وقتی تو متا اون رو میخوندم، وقتی توی لوقا اون رو با شخصیت اون آشنا میشدم، با معجزاتش، با اینکه چطور میره دقیقا سمت کسایی که هیچ کس سمتشون نمیره و چطور داره واقعا این افراد رو حمایت میکنه، این افراد رو محبت میکنه. یادم واقعا حتی بعضی وقتا گریه میکردم وقتی داستانهایی رو میخوندم از محبتی که عیسی در کلامش نسبت به افراد مختلف داشت. ولی هنوز این جنگ در درون من بود، هنوزم نمیتونستم، با اینکه میخواستم، راستش بخوای بعد از 5 ماه 6 ماه دیگه میخواستم عیسی رو به عنوان خداوند بپذیرم، اما فقط نمیتونستم. فقط برام خیلی سخت بود باور این. و یادم یه بار با خدا، چون خدا رو واقعا دوست داشتم و روح القدس هم باش هیچ مشکلی اون موقع نداشتم، فقط با عیسی مشکل داشتم که آخه چطور یه انسان میتونه خدا باشه. اما یادم توی یک کنفرانسی که تقریبا دیگه نزدیک تعمیدم هم بود و یک جنگ درونی در من اومده بود که خدایا آخه من نمیتونم فیلم بازی کنم، واقعا برام دیگه خیلی سخته، من میخواستم فیلم بازی کنم ولی الان نمیدونم چرا دیگه نمیتونم. و تو بهم کمک کن، اگر عیسی خداونده، اگر عیسی اون خداییه که تو معرفیش کردی و نه فقط یک انسان، همین کنفرانس این رو در قلب من بذار، در فکر من بذار. من واقعا مثل گوسفندی بودم که سرش بریده شده و نه فقط زنده، نه فقط مرده بود، هر دو حالت رو داشت تجربه میکرد، هم میخواستم بپذیرم هم نمیتونستم بپذیرم. و واقعا خدا رو شکر زمانی که توی این کنفرانس برادر آلبرت عزیز دعا کرد و گفت میدونم که خدا میخواد با افراد صحبت بکنه، فقط این افراد بیان جلو، تنها کاری که باید میکردم این بود که میرفتم جلو و یه صلیب خیلی بزرگم اونجا بود. و یادم دیگه آخرای کنفرانس بود و دیگه ناامید شده بودم، فکر میکردم که اون نتیجه‌ای که من میخواستم گرفتم، پس عیسی خدا نیست و همون انسانیه که من فکر میکردم. ولی یادم دقیقاً تو لحظه‌ای که ناامید شده بودم، مثل همه افرادی که عیسی تو لحظه‌های ناامیدی ملاقاتشون کرد، تو لحظه‌هایی که بریده بودن، تو لحظه‌هایی که دیگه واقعاً نمیتونستن ادامه بدن، تو همون لحظه صدایی رو در قلبم شنیدم که من رو به اسم صدا کرد و گفت نیلوفر، چرا انقدر لجبازی می‌کنی؟ چه کسی جز از جنس من میتونه جانش رو برای تو روی صلیب بده؟ هللویا. صدای خدا آنچنان واضح بود در قلبم، آنچنان در
وجودم واضح بود که یادم فقط فریاد شادی میزدم، زانو زده بودم، با عشقها قربون صدقه این خدا میرفتم که دوست دارم عیسی، معلومه که تو خدایی، معلومه که تو خدایی. آخه من چرا این از اول نفهمیده بودم؟ و یادم یک شادی در وجود من واقعا ریخته شد که هنوز که هنوز یادمه و وقتی بهش فکر میکنم واقعا نمیتونم این لبخند رو جلوشو بگیرم، چون این لبخند از اونجا میاد که خدا به من گفت که عیسی، یعنی عیسی به من گفت که خدا و خداوند منه. و دیگه از اونجا سفر من و زندگی من با عیسی آغاز شد. دیگه یک جوری اصلا دیگه نمیتونستم بهش فکر نکنم، نمیتونستم تو روزمره بود روزمرگی هام صداش نکنم، دوست داشتم بیشتر بشناسمش، بیشتر بهش بچسبم. و واقعا خدا رو شکر میکنم که او مرا خواند و من را واقعا پذیرفتمش. این خیلی برای من واقعا یک شروع تازه بود با خداوند، با عیسی، و زندگی من به اینجا در واقع یک شروع بود. این شروع بود برای یک عالم اتفاق تازه و جدید که در زندگی من هر روز به واسطه عیسی افتاد. خدا رو شکر. عالی، واقعا چقدر عالی. چقدر ابتدای شهادتتون برای من هم آشنا بود. چقدر هم میتونستم خودم تو موقعیت تجربه بکنم. واقعا چقدر خدا با پیغام های مختلف، با شادی، با محبت، با عشق من رو میخوان و من هی با ترس خودم رو عقب میکشیدم. یک آغوش پر از محبت برای من باز بود و من واقعا خودم فقط محروم میکردم از این محبت. و چطور وقتی رو آغوش کشید، واقعا محبتی از جنس آسمان که با هیچ واژه‌ای روی زمین نمیشون رو توصیفش کرد. خدا رو شکر. پس این در واقع اسم ما هم، اسم برنامه هم زندگی من با مسیح هستش. پس با این حساب اگر شما بخواید این جمله رو کامل بکنید، میگید زندگی شما با مسیح ادامه دارد. آمین، آمین، هللویا. پس این زندگی شما که با مسیح اینچنین آغاز شد و شما در ادامه این مسیر زندگی با مسیح، آیا تجربه دیگه ای هم داشتید که بخواید با ما در میون بگذارید؟ بله، خیلی زیاد. یادمه مثل همه جوونا که میان و دنبال هدفها، آرزوها و خواسته های خیلی متفاوت و اتفاقا نیکویی هستن، مثل درس، مثل نمیدونم حالا ادامه راه، مثل کار، مثل همه اونها. من هم یه سری آرزوها داشتم، حتی همون زمانی که عیسی رو به عنوان خداوند خودم قبول کرده بودم یه سری خواسته ها و آرزوها داشتم که دنبالشون بودم. راستش کلیسا برای من در اون زمان اونقدی اهمیت نداشت که خود عیسی برام اهمیت داشت. فکر می‌کردم خب کلیسا که همون ساختمونه، ولی من عیسی رو دارم، کلامش رو دارم. و خب به دنبال خواسته ها و آرزوهای خودم با عیسی بودم، انگار که داشتم عیسی رو میکشوندم دنبال خودم تا واقعا چیزی که میخوام رو به هم بده. اما به مرور زمان، مخصوصا زمانی که متوجه شدم که کلیسا چقدر برای خداوند عیسی اهمیت داره، زمانی که متوجه شدم او به کلیسا میگه بدن من، زمانی که متوجه شدم خانواده‌ای که خدا برای من در نظر گرفته دیگه به طور اتفاقی نبوده، بلکه یک هدفی پشت این خانواده و بودن با این خانواده برای من هست، علاقه من نسبت به بودن در بین این خانواده الهی بیشتر و بیشتر شد. یادم اون زمان ما تازه به هانوفر اومده بودیم، فکر می‌کنم سال 2014 بود، و من در کلیسای نور که همچنان هم در این کلیسا در حال به حال بودن در کنار خانوادم هستم. یادم یک هفته می‌رفتم کلیسا روز یک شنبه، اون موقع هم پاستور شراری عزیز و کچی سعید عزیز با ما بودن. یک هفته یک شنبه می‌رفتم، خب از پرستش لذت می‌بردم، عزیزان رو می‌بینم، می‌دیدم، دوستانی داشتم. ولی هفته بعدش مثلا شاید هامبورگ بودم، شاید چه می‌دونم حالا جای دیگه بودم. و یادم این موضوع انقدر تکرار پیدا کرد که یکی از عزیزانی که توی کلیسا بود فکر می‌کرد که ما تو هانوفر زندگی نمی‌کنیم. فکر می‌کرد که ما از جای دیگه حالا باهی یک بار میایم به کلیسا سر می‌زنیم و می‌ریم. ولی خب انقدر میگم به مرور زمان من معجزات رو در زندگی خودم دیدم، انقدر در این خانواده مورد محبت قرار گرفتم، حتی در سختی‌ها و مشکلات، حتی در اون ناهماهنگی‌هایی هم که با افراد داشتم، انقدر خدا زیبا من رو شکل میداد، شخصیت من رو، قلب من رو، درون من رو انقدر راحت به خودم نشون میداد که رفته رفته تمام اون امیال و آرزوها و خواسته های من فقط یک چیز شد و اون هم بودن در کنار این خانواده الهی
و کلیسای خداوند و اون کاری که خدا از من میخواد، نه اون کاری که من از خدا میخوام. یادم حتی من برای دانشگاه یک سال تلاش کردم، خیلی هم اتفاقا سخت بود، ولی خب درسای خیلی زیادی هم گرفتم، ولی فقط فهمیدم که خداوند از من یک کار و یک راه و یک جهت دیگه میخواد. و وقتی این رو متوجه شدم و وارد اون جهت شدم، مدرکی که قرار بود براش 3 سال تلاش بکنم تا به دست بیارم، 10 ماه تلاش کردم و به دست آوردم. فقط راههای خدا رو شناختم و فقط صدای خدا رو در بین این همه شلوغی زندگیم شنیدم و خدا هم اینطور من رو برکت داد و بسیار شهادت‌های دیگه. اما همه این شهادت‌ها به یک چیز ختم شد برای من البته، و اون هم این بودش که اولویتی که خدا به زندگی ما قائله، اون اولویتی که خدا میخواد تا ما درش قرار بگیریم، تمام خواسته ها و امیال ما رو پوشش میده. تمام چیزی که ما دنبالش هستیم رو اگر بیاریم زیر پوشش خواست و اراده خدا قرار بدیم، همون نتیجه رو دریافت خواهیم کرد که قبلا میخواستیم به دست بیاریم. این برای من خیلی با بود و واقعا این رو از خداوند دارم و تصمیم من هم همین هست. واقعا چه کم چه زیاد، چه حالا با ضعف‌های بسیار، چه در پیروزی چه در شکست، اما خواسته من اینه واقعا که اون پوشش اراده و خواست خدا همیشه در روی زندگی من، خدمت من، خانواده من و کلیسای من باشه. آمین. آمین. خدا برکتتون بده. چقدر عالی، واقعا چقدر شیرین از کارهای خداوند شنیدن، چقدر پر از برکت. واقعا الان من وقتی که داشتم شما صحبت میکردین، داشتم به این فکر میکردم که واقعا خیلی از ماها این سوال شاید برامون به وجود بیاد که چرا این همه بی‌عدالتی، چرا اینقدر تاریکی، چرا اینقدر اتفاقات بد، چرا حالا من خودم قبلها میگفتم شانسم اینجوریه، بعد شانسی میارم اینها. و الان داشتم فکر میکردم که خب مشخصه، چون خداوند برای تمام ما هدفی داره، برای تمام ما نقشه‌ای داره، و خب من خارج از این نقشه بودم و طبیعتاً راهی که خدا توش نبوده، خب خیلی از اتفاقات، چون همش من با قدرت انسانی خودم میخواستم خیلی کارا رو بکنم و نمیتونستم، و شایدم برای خیلی این سوال باشه خب چطوری میشه اومد وارد این نقشه خدا شد، وارد این برکت شد، وارد این نور شد. شاید شروعش تصمیم باشه، تصمیم برای اینکه این کلام رو شروع بکنیم بخونن، کتاب مقدس رو شروع کنیم بخونن، که واقعا این کلام واقعا میتونه حیات رو در زندگی ما بیاره، میتونه راه خدا رو به ما نشون بده و ما رو واقعا از تاریکی به نور بیاره، ما رو وارد برکت خودش بکنه، و نتیجهش همیشه دقیقا همین چیزی که شما فرمودید، چیزی که براش میخواستین 3 سال تلاش بکنین در 10 ماه اتفاق میفته، و تمام نیازهای دیگه که شما اصلا بهش فکر نمیکردین، تلاش نمیکردین، میبینین که خداوند برامون داشته تلاش میکرده. واقعا سینای عزیز، زندگی این مدت کوتاهی که با عیسی بودم پر از این شهادت هاست. یادمه یکیشو کوتاه بهت بگم که کلام خدا چقدر فکر من رو تغییر داد. یادمه در یک دوره، یک سال در یک کالجی بودم و اونجا درس میخوندم، سال 2015، و خیلی هم دوست داشتم خانوادم رو ببینم در ترکیه، ولی خب فکر من این بود که به من مرخصی نخواهند داد یک هفته به ترکیه برم. و خب میدونید توی اینجور شرایط ما همیشه سعی میکنیم که یک راه میانبر، یک دروغ مصلحتی، بالاخره یه جوری آدم ها رو تحت تاثیر قرار بدیم تا به اون خواسته خودمون برسیم. ولی من واقعا نمیخواستم این کارو بکنم، من واقعا میخواستم که خدا برای من بجنگه و خدا یه راهی رو در حقیقت و راستی برای من مهیا بکنه. ولی خب این ترس با من بود، نه، و کلام خدا میگه که ترس از خدا نیست، ولی خب من اون موقع میترسیدم. یادم روزی دیگه من بلیطمو گرفته بودم، همه کارا رو کرده بودم، خانوادم در ترکیه بودم، و روزی که دیگه آخرین روز اون کالج بود که من باید میرفتم و فرداش باید میرفتم به سمت ترکیه، میدونی همیشه فکرها هست، خب خدایا تو که میبینی من میخوام خانواده هم ببینم، من که کار اشتباهی نمیکنم، این که گناه نیست، خواهش میکنم من کمک کن. و یادم دیگه صبح تصمیم گرفته بودم که برم دکتر و به دکتر بگم که کمرم درد میکنه و به من یک شاین بده که یک هفته باید تو خونه باشم، ولی به جای اون یک هفته تو خونه بودن من دارم میرم ترکیه. خب این کار منو خیلی ساده را میداخت، ولی من تمام وجودم ترس از این دروغ بود که چرا من باید این دروغ بگم. خدا برای من خیلی مهمتر شده بود تو اون زمان ها و میدونم خدا داره میبینه این کشمکش منو. خلاصه صبح فقط یه دعای کوچیک کردم، تازه دعای منم این بود خدایا ببخش که نمیتونم راستشو بگم، فقط دعای من این بود. و
ولی توی قطار خدا این آیه رو به طور واضح در قلب من باز کرد که حقیقت تو رو آزاد کنه. وقتی این آیه به یادم اومد، وقتی این آیه به این واقعا روشنی به یادم اومد، یادم از قطار پیاده شدم، مسیرم عوض کردم، رفتم به اون کالج چون داشتم میرفتم دکتر، رفتم به سمت دانشگاه، معلمم رو دیدم و گفتم میدونی چیه، من فردا دارم میرم ترکیه، مامانم اینا رو ببینم و نمیدونم دیگه چی میشه، فقط ببخشید که دیر بهت گفتم. یادم معلمه به من نگاه کرد و گفت شما اجازه دارید در سال 21 روز اولاب برید، حتی میتونم توی ترکیه بمونی. هللویا. اگر من اینو تجربه نمی کردم، اگر من به خدا اعتماد نمی کردم، فکر می کردم باید دروغ بگم، ولی حقیقت من رو آزاد کرد و این پر از این شهادت های ریز و درشت زندگی من که می دونم از بودن کلام و خوندن کلام تو قلب من هست که یه زمانهایی که بهش نیاز دارم آشکار میشه. خدا رو شکر، واقعا عالی عالی عالی، پر از برکت. ممنونم واقعا ازتون که در کمال صداقت و امانت این کارهای خدا که شاهدش بودید، واقعا به واسطه اون روحی که در شماست امروز با ما در میون گذاشتید. خواهر نیلوفر عزیز، میخوام یه با دو سه تا سوال شما رو به یک چالش بکشم و بعد جلسه‌مون رو با همین سوال‌ها تمام خواهیم کرد با توجه که 10 دقیقه از زمان برنامه مونده. سوال اول نظر که من یکی دوتا موقعیت رو برای شما تشریح میکنم و میخوام بدونم که شما به عنوان یک مسیحی که خداوند رو ملاقات کرده و روح خداوند رو در خودش داره، در این موقعیت ها چه اکسال اولی ممکن نشون بدید؟ شما تصور کنید که در یک فضای هستیم، میتونه قطار باشه، اتوبوس، بازار یا هر جای دیگه ای، و شخصی شروع میکنه به شما توهین کردن، حالا در هر حد و درجه، ممکنه فحاشی باشه، ممکنه توهین باشه، ممکنه برخورد بد باشه، ممکنه خشم باشه، هر چی. عکس العمل شما به عنوان یک مسیح، به عنوان فرزند خدا چطور هستش؟ خیلی سوال کاربردیه چون واقعا اتفاق میفته و جوابش هم واقعا سخته. ولی خب اگر بخوام واقعا تجربه‌ام رو بگم، من یه زمانی توی ادکا کار میکردم و همیشه هم تبلیغ ادکا رو به همه میکنم. در اونجا یک همکاری داشتم که چند بار این اتفاق برام افتاد که واقعا چون زبانم زیاد خوب نبود، به هر حال یک کار خیلی سختی هم از توی صندوق کار کردن، یه چند باری واقعا احساس کردم که یک بی‌احترامی و واقعا یک چیزی بین ما اتفاق افتاد و خب واقعا دلم شکست از اینکه خب این رفتار با من شد. ولی حقیقتاً تازه در زمانهایی که تو استرس هستی، باید کاری رو انجام بدی، یک مسئولیتی به تو داده میشه، اکثر عملات یکم هم غیر قابل کنترل تر میشه، دست خودت هم نیست چون توی استرس دیگه هستی. و یادم یه بار تصمیم گرفتم که جامو عوض کنم و جایی که اون نشسته من نشینم. و وقتی که این کار کردم، خب کار اشتباهی هم نکردم، واقعا قلبم از دست شکسته بود، ولی وقتی ازش فاصله گرفتم باورتون نمیشه یک محبتی نسبت به اون در قلبم اومد. وقتی که از دور داشتم میدیدمش، وقتی داشتم میدیدم چطور این سالها یکی از کسانی بود که 23 سال توی ادکا کار کرده بود، چطور زانوش رو به خاطر کار از دست داده بود، چطور تو شهر حالا بعضی وقتا با ما درد دل میکرد، خلاصه وقتی از دور نگاهش کردم یک محبتی نسبت به اون در قلبم اومد که این دوری که من الان از اون آگاهانه گرفتم هیچ نفعی رو به اون نمیرسونه، ولی اگر نزدیکش بشم، اگر بغلش کنم، اگر حتی براش یک کادوی کوچیک بگیرم، اگر بتونم بهش بگم که واقعا آره از دستت ناراحت شدم، ولی چه اشکالی داره، تو هم تو شرایط بدی بودی، تقصیر تو هم نبود، تو هم شاید نتونستی اونطور که باید عکس عمل درستی نسبت به من نشون بدی. و یادم واقعا وقتی این کار کردم، براش یه کافه خریدم توی پازه‌ای که داشتیم، قهوه براش بردم، باهاش صحبت کردم، با هم زبان دست با شکسته بهش گفتم که خیلی دوستش دارم، میفهمم که چقدر شرایطش بده. باورتون نمیشه انگار که یک چیز سیاهی سفید شد، اینقدر عوض شد رابطه من با اون، اینقدر این محبت و صمیمیت اومد، طوری که اون برای من کادو خرید، اون برای من یه کارایی رو قبل از اینکه من برسم به سر کار انجام داد که برای هیچ کس تو این 23 سال انجام نداده بود و این خیلی برای من زیبا شد. و من فکر می‌کنم در جواب به سوال شما، من سعی می‌کنم واقعا اون شخص رو که این کار رو انجام داده ببینم، نه اون کاری رو که اون شخص انجام داده.
من سعی میکنم شخصی رو ببینم که برای همون شخص هم عیسی هست و میخواد با اون دین پر از محبتش وارد قلب اون شخص بشه. کار اون شخص اشتباه است، ولی خود اون شخص هرگز اشتباه نیست. آمین آمین. چقدر عالی واقعا. واقعا عیسی خدای ما خدایی که میگه همسایت رو همچون خیشتن محبت کن، چون خدای ما خدای محبت، ذاتش محبته. بعد خدایی که میگه اگر کسی به گونه راست تو زد، گونه چپت رو بگردون. و واقعا خدایی نیستش که بگه اگر زد تو هم بزن یا تلافی کن یا چه. و این واقعا محبت، محبت خداست واقعا. خدا شکر، باور دارم که این محبت عیسیست که در شما اینطور داره جلال اون رو آشکار میکنه. خدا شکر واقعا. خواهر نیلوفر عزیز، سوال بعدی من این هستش که عیسی میگه آرامشی که من به شما میدم دنیا به شما نمیده. از این طرف وقتی نگاه میکنیم به دنیای امروز، میبینیم که انقدر خبرهای بد، مشکلات، جنگ، زلزله، مشکلات اقتصادی. چطور ممکنه آدم، یک کسی یه قلبش رو به عیسی میده، در دل این همه مشکلات آرامش داشته باشه، شادی داشته باشه؟ تفاوت این شادی و آرامش با آنچه که در دنیاست چی هستش؟ به عنوان شما که اون رو تجربه کردید، این رو هم دارین تجربه میکنید. آره، این خیلی واقعا من خیلی این مبحث رو دوست دارم، چون خیلی بهش فکر میکنم که یک ایماندار آخه چجوری آرامش باید داشته باشه وقتی که این همه نگرانی میتونه تو این دنیا وجود داشته باشه، چه راجب همسایه، چه راجب خودش. ببین، من خودم کار خدا رو توی زندگیم تجربه کردم، ولی خیلی وقتها اون زمانی که میخواستم نبوده و فقط شد اون زمانی که میخواستم نبوده ناآروم شدم. یعنی من فکر میکنم خدا کاری که باید انجام بده رو انجام میده، فقط نه در اون زمانی که ما انتظارش رو داریم، نه در اون زمانی که ما میخوایم، نه در اون زمانی که ما فرمان میدیم به روح القدس. خدا انجام میده. خدا سلامتی، نجات، برکت، اون آرامی و شفا رو واقعا فقط نزد خدا یافت میشه. ولی یکم صبر و یکم واقعا میگم اون به نظر من آرامی که خدا میگه از جنس این دنیا نیست همینه، و این دنیا آرامی که میده موقته و آنیه، سریع. الان درد دارم قرص میخورم، الان نگرانم تلفن میزنم با دوستم حرف میزنم، الان نمیدونم پول ندارم یه فکری بالش میکنم. این آرامش، این امنیت آنی، فوری و کاذبه. ولی خدا انگار یک پروسه رو لازم داره تا هر چیزی که به اسم آرامش، به اسم شادی باید در زندگی ما اتفاق بیفته رو اتفاق بندازه. یک پروسه ای که خودش میدونه، یک پروسه ای که خودش داره روش کار میکنه و فقط من دریافت کننده اونم. پس برای همینم من یاد مثالی میفتم که اون طوفان و قایق و شاگردان عیسی و خودش بود. وقتی عیسی میدونه، عیسی مطمئنه که این قایق و این شاگردان غرق نخواهد شد، عیسی مطمئنه و شاگردان شاید نه، ولی عیسی که خودش میدونه که بر باد و طوفان نهید میدانه و اون آروم میشه، و اون عیسی با من و تو و کنار من و توه. پس عیسی میدونه که هیچ اتفاقی خارج از اراده او در زندگی های ما نخواهد افتاد، ولی من و تو و اون شاگردانی میشیم که خیلی وقتا دوست داریم همین الان آرامش برقرار بشه، همین الان عیسی بیدار بشه، همین الان به ما بگه که این طوفان باید آروم بشه. و من فکر می‌کنم جواب به سوال تو، ما میتونیم واقعا به این موضوع بهتر نگاه بکنیم که زمانها در دست خداست، خدا نجات دهنده عالمه و این عالم باید نجات خدا رو دریافت بکنه. پس تمام برنامه‌هایی که حتی تو زندگی من اتفاق میفته در این هدف جهانی خدا قرار میگیره. من تغییر میکنم چون خدا میخواد از طریق تغییر من جهانی که او محبت کرده و یگانه فرزندش رو فدا کرده تغییر پیدا بکنه. ولی این زمان میبره، پروسه است. ولی باور کنید، واقعا میگم وقتی این هدف رو ببینی آرامش داری، وقتی این هدف رو ببینی شادی داری، چون خدا به نظر من کار رو در زندگی ما نمی کنه که فقط من برکت بگیرم. خدا کار رو در زندگی من می کنه که هم من، هم همسایه من، هم قوم من، هم خانواده من برکت بگیره. پس این کار این پروسه می کنه. آمین آمین آمین. خدا واقعا به شما برکت. چقدر عالی. واقعا مشخصه که روح خدا داره از دهان شما صحبت میکنه و حقیقت داره جاری میشه.
و واقعا سوال آخر من این هستش که واقعا بالاترین گنجی که شما از عیسی دریافت کردید، که من خودم اگه بخوام از نظر خودم بگم همه این پکیجی که شما گفتین، محبت، آرامش، همه اینها رو در خودش داره، چی هستش بالاترین گنجی که شما از عیسی دریافت کردید؟ ببین، من نجاتم رو اول میگم، چون این واقعا بزرگترین دار، اصلا تنها دارایی من نجات. ولی به خاطر منظورم ایمان به عیسی مسیح، یعنی این نجات در عیسی مسیح برای من اتفاق افتاد. این برای خود مسیح میگه که من شما رو خوندم، اصلا مسیح میگه من شما رو انتخاب میکنم، ولی این من هستم که به این انتخاب، به این صدا، به این دعوت پاسخ میدم. و من خیلی خوشحالم واقعا که این قوت رو داشتم و این اتفاق برای زندگی من افتاد و من نجات پیدا کردم. چون اگر من نجات رو نداشتم، کاملا میدونم که چه اتفاقی بود، چون همه چی برنامه ریزی شده بود، میتونی و قشنگ معلوم بود که چطور پیش خواهد رفت. ولی با نجاتی که دریافت کردم زندگی من متفاوت شد، زندگی من یک ارزش، یک بها، یک رنگ تازه گرفت. چون نجات چیزی که از طریق تو میری در خانواده الهی. دومین گنجی که من دارم خانواده الهی هست، همین شما خواهرانم، برادرانم، پلیستا، همه فارسی زبان ها، اینا واقعا گنج هستن. اینا واقعا، یعنی هر موقع واقعا خیلی به سختی میتونم جلوی احساساتم بگیرم، ولی واقعا خانواده‌ای که در مسیح خداوند به من داد یکی از بهترین هدیه هایی هست و بهترین گنج هایی هست که از دست او دریافت کردم. و واقعا نمیدونم میتونم اینجا از این فرصت استفاده کنم، اگر کسانی هنوز قلبشون رو به عیسی ندادن، اگر کسانی هنوز در یک کلیسا، در یک خانواده الهی ریشه ندارن، واقعا دعوتتون میکنم که قلبتون رو به عیسی بدین. با هر ترسی که داری، با هر نگرانی که داری، اصلا مهم نیست. عیسی اتفاقا برای ترسهای ما هم هست، عیسی اتفاقا برای نگرانیهای ما هم هست. ما همیشه من خودم همیشه میگم که ما مذهبی رو عوض نمی کنیم تا مذهب بهتری رو به دست بیاریم. این انگار که با یک لباس کثیف از این اتاق به این اتاق دیگه میری، اون لباس همیشه کثیف میمونه، ولی عیسی یک رابطه است، مسیحیت یک رابطه است که این لباس کثیف رو در طی یک رابطه در تو پاک میکنه و قلبت رو با همه ترس ها و نگرانی ها به عیسی بده و یک خانواده برای خودت داشته باش، یک خانواده که برای تو نگرانه، به فکر نیازهای تو، برای تو دعا میکنه، تو رو شکل میده حتی از طریق سختی ها و ناهماهنگی ها، چون تو فرزند محبوب خدا هستی و خدا تو رو خوانده که از طریق تو نورش رو، برکتش رو به واقعا بسیاری به تابونه نشون بده. پس یا اگر هر جا که هستی، خلاصه کلیسایی رو برای خودت پیدا کن و قلبت به مسیح بده. خدا رو شکر که هامبورگ یک کلیسای عالی آلفا و اومگا رو داره. اگر هانوفر هستی بیا پیش ما. حتما عزیزانی که واقعا دوست دارن بیشتر عیسی رو بشناسن، دوستان قلبشون رو به عیسی بدن، این آرامش، این چیزی که ما تجربه کردیم و ازش داریم صحبت میکنیم رو تجربه بکنن، واقعا میتونن به ما دایرکت بدن، به کلیسای نور هانوفر دایرکت بدن، شما رو فالو بکنن و حتما ما هر کاری که از دستمون برده برای عزیزان انجام میدیم، چون واقعا نجات جانها خیلی با ارزشه و ما واقعا این تلاش رو میکنیم. من وقتی داشتین شما صحبت میکنین، یک ارتباطی واقعا، یک پاسخی در پاسخ سوال شما به سوال سوم برای سوال دوم پیدا کردم که واقعا خیلی از ماها این ترس رو داریم که وقتی که انقدر در طول زندگیمون زیر محکومیت هستیم، همونطور که شما گفتین، خب هیچ وقت نتونستیم انسان‌های خوبی باشیم، همیشه هممون گناه کردیم، دروغ گفتیم، کارهای اشتباه کردیم، احساس میکنم که وقتی که مرگ به سراغمون بیاد دیگه انگار فرصت تمومه. به خاطر همین همش این ترس رو داریم، ناآرامی رو داریم، ولی وقتی که میدونیم که نجات رو دریافت کردیم و دیگه مرگ در زندگی ما قدرتی نداره، مرگ حکم یک خواب داره و روزی بیدار میشیم در آسمانیم، حتی اگر اشتباه بکنیم، خب این خودش یک آرامشی که در دل تمام طوفان ها، در تمام این جنگ ها، در تمام این مشکلات اقتصادی، شما میگی اوکی من همه اینها رو هم اگه توش باشم، ولی یک حیات ابدی رو خواهم تجربه خواهم کرد، جایی که نه دردی هست، نه رنجی هست، فقط شفا هست، فقط حضور خداست، آرامی، شادی، یک ابدیت. خدا شد من یکی دو روز پیش داشتم قسمتی از کلام رو میخوندم و خیلی با قلبم حرف زد و گفتم شهادت خودم رو اینطور بگم که اول برکتی گرفتم رو میگم و بعد اون آیه رو خدمتتون عرض میکنم که
خیلی وقتا ما میخوایم یه چیزی بخریم، میخوایم یه قراردادی رو ببندیم، یه تضمین میخوایم، یه گارانتی میخوایم، یه گوشی رو بخرم که 3 سال گارانتی داشته باشه. شاید برای شما که حالا افرادی که این برنامه رو میبینن الان یه بعدها و هنوز قلبشون رو به عیسی ندادن، هنوز این چیزی رو که ما گفتیم تجربه نکردن، میگن که خب چه تضمینی وجود داره که این آرامش رو ما تجربه بکنیم، چه تضمینی وجود داره که واقعا محبت بیا، چه تضمینی وجود داره که این نجات رو ما هم دریافت بکنیم. واقعا این آیه خیلی با قلب من حرف زد و میخوام بگم که دقیقا شما یک کارت گارانتی دریافت میکنید، ولی نه از سینا، نه از نیلوفر، نه از اپل یا سامسونگ، بلکه از خدا که روی اون کارت این آیه نوشته شده که شما نیز وقتی پیام حقیقت یعنی مژده نجات خود را شنیدید و به او ایمان آوردید، با او متحد شدید و خدا با اعطای روح القدس که قبلا وعده داده بود مهر مالکیت خود را بر شما نهاده است. روح خدا ضامنان است که ما آنچه را او به قوم خود وعده داده است خواهیم یافت و به ما اطمینان می‌دهد که خدا به متعلقان خود آزادی کامل خواهد بخشید. پس جلال و شکوه خدا را بستاییم. آمین. 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 عالی. هللویا. خدا را شکر واقعا این کلام پر از حیاته. خواهر نیلوفر عزیز، خیلی 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 لذت بردم. من به شخصه مطمئنم، من الان کامنت ها رو باز میکنم. عزیزان اگر لذت بردن قلب هاشون رو بفرستن ببینید که چقدر با قلب هاشون. واو. خدا رو شکر. خدا رو شکر. خیلی برکت گرفتیم. حتما به شما و همه عزیزانی که با ما هستن توصیه میکنم هفته آینده هم با ما باشن. مهمان عزیزی داریم، مهمانی که شادی خداوند رو قطعا در ایشون خواهید دید. من و شما فکر کنم تجربه اینو داریم که شادی ایشون وقتی در مورد عیسی صحبت میکنن انقدر زیاده که نمیتونه بنشینه. و حتما از الان همگی دعوت هستیم که هفته آینده همین زمان خاطره دیگر از عزیزی دیگر با خداوند بشنوید، شهادت دیگه ای از کار عجیب دیگه ای از خداوند در زندگی یک عزیز دیگر رو بشنوید. پر از برکت باشید، شب شما پر از آرامی باشه و در سلامت باشید در آرامش خداوند و در دستان امن او. شکر، مرسی برادرستان عزیز. شما هم همینطور و همه عزیزانی که با ما بودن، خداوند رو تجربه کنید، یکی از بهترین تجربیاتی خواهد بود که شما تا بکنید. آمین. شکر برادرستان عزیز هستی، شب خوبی داشته باشی. خدا حافظ. خدا نگهدار همتی. خدا نگهدار. خدا نگهدار.